بسم الله الرحمن الرحیم. سید روح‌الله صادقی هستم، باشنده کابل. بنده سید نبی محسنی هستم، باشنده شهر کابل، در خدمت شما هستم. سلام خدمت شما و خدمت تمام بینندگان عزیز. محرم حسین مرادی هستم، یکی از طلاب مدرسه تربیت مبلغ امام صادق کابل. ببینید، اگر کلی و فهرستوار برای شما بگم چند موضوع میتونه شامل از صلح باشه، یعنی دلیل باشه برای صلح. اولا که جلوگیری از یک جنگ تمام عیار، چرا که معاویه با یک لشکر 60,000 نفری مثلا وارد پیکار شده بود، و جلوگیری از یک جنگ داخلی و خونریزی بیشتر، به خاطری که قبل از شهادت امام علی علیه السلام اسلام جنگ های خیلی زیادی رو متحمل شده بود و تلفات خیلی زیادی داشت، و حضور خوارج، شکاکان و کسانی که مثلا صرفاً به خاطر منافع دنیایشان میخواستن جنگ کنن و اینا در لشکریان حضرت امام حسین علیه السلام بود، همه اینا دلایل بود که امام حسین علیه السلام مجبور شد که تن به صلح بده و با معاویه صلح کنه. خب دقیقاً یکی از مراحل حساس زندگی امام حسین مجتبی علیه السلام را مرحله صلح امام حسن با معاویه تشکیل میدهد. خب خیلی از کسایی سوال در ذهنش خلق شده که چرا امام حسن علیه السلام با معاویه صلح کرد، چرا جنگ نکرد، چرا علیه معاویه قیام نکرد، چرا خروج نکرد که آمد صلح کرد. در رابطه با این سوال، خب دو تا دلیل صلح امام حسن مجتبی علیه السلام رو میخواهیم مورد بررسی قرار بدهیم. خب دلیل اول از نگاه سیاست خارجی هست، به این معنا که امپراتوری شرقی روم و همچنان خیلی از کشورهای غیر اسلامی دیگر بودند که در زمان پیغمبر گرامی اسلام و در زمان حضرت امیرالمؤمنین ضربات سخت را از طرف اسلام و از طرف مسلمانان دریافت کرده بودند، و اینها دنبال فرصت مناسبی میگشتند تا اینکه یک فرصت مناسب به دستشان بیاید و از این طریق انتقام خود را از مسلمانان و از اهل اسلام بگیرند. خب لذا امام حسن مجتبی علیه السلام هم که یکی از اهل اسلام بود و معاویه هم که به نام دین اسلام بالای مردم حکومت میکرد، اگر امام حسن مجتبی میامد و با معاویه صلح نمیکرد بلکه جنگ میکرد و علیه معاویه شورش میکرد و قیام میکرد، یک فرصت مناسب برای او امپراتوری شرقی روم و همچنان برای تمام غیر مسلمانانی که در دوره پیغمبر ضربات سخت را از طریق اسلام و از طریق مسلمین دیده بودند و متحمل شده بودند، یک فرصت مناسب برای اونها به دست میافتاد و اونها میتوانستند از این طریق وارد اسلام بشه و به اسلام نفوذ بکنه و به اسلام رخنه پیدا بکنه و از این طریق انتقام خود را از مسلمانان بگیره. لذا بود که امام حسن مجتبی نمیخواست که از این طریق یک فرصت مناسب به دست دشمنان اسلام بیفته و دشمنان اسلام بتوانه یک شورش را علیه دین اسلام ایجاد بکنه و دین اسلام را نابود بکنه. خدمت شما عرض کنم که با توجه به شرایط امروزی اسلام بعد از رفتن پیغمبر و همچنان روی کار آمدن یعنی تشکیلات جدید بعد از پیغمبر و نظرات درباره اسلام و احساس هزی شدیدن میرفت که نکنه در اسلام تغییرات روی کار بیاید، مثلا اون چیزی که پیغمبر گفته بود یک دستورات اسلام، مثلا اینا یک تغییرات بیاید، یک بدعتی در دین شود. و از طرف هم امام حسن علیه السلام بعد از رفتن پدرش امام علی علیه السلام تمام هم و غمشی بود که سنت پیغمبر در جامعه حفظ شود. با این روی کرد امام حسن مجتبی علیه السلام برای که بتونه بهتر از دین اسلام پاسبانی کنه و برنامه اسلام خوبتر در بین جامعه اونطور که پیغمبر آورده بود نشر پخش شود، با اون لحاظ آمدن صلح را ترجیح داد به جنگ. اینا چند تا آثار عمده رو میتونیم تعریف کنیم که یکیش پیشتر هم توضیح دادیم که جلوگیری از یک جنگ داخلی و خونریزی بیشتر بود و شناساندن چهره غیر دینی و دنیایی معاویه به جامعه امروز بود و
تمام تلاش حضرات معصومین علیهم السلام، مخصوصا امام حسن علیهم السلام، بر این بود که یک اتفاق جمعی برادری و برابری در جامعه اسلامی در اون زمان مثلا به وجود بیاره، که اینا هم میتونه مثلا آثار صلح حضرت باشه که بعد از او تا خیلی سال، تا مثلا قبل از واقعه عاشورا، هیچ جنگی را اسلام متحمل نشد و مخصوصا جنگ‌های داخلی که خانمان سوز است، و از او اینا میتونه مثلا آثارهای مثبتی برای صلح امام حسن داشته باشه. مهمترین مسئله، مهمترین تأثیر و آثاری که مثلا روی جامعه امروزی داشتی بود که چهره واقعی فرزندان ابو سفیان به جامعه امروزی شناسان که اینا واقعا از اسلام و از اهداف اسلامی به دور بودن و هستن. آثار خیلی خوبی زیادی داشت، از جمله اینه که خب اگر امام حسن مجتبی علیه السلام صلح نمی کرد بلکه قیام می کرد و خروج می کرد علیه معاویه، عرض کردم که یک فرصت مناسب به دست دشمنان اسلام می افتاد. یکی از آثارش اینه که صلح امام حسن باعث شد که خب دشمنان اسلام نتوانه بالای اسلام نفوذ بکنه و از مسلمانان انتقام بگیره، و همچنان آثار دیگری که می توان برای صلح برشمرد این است که اگر امام حسن مجتبی علیه السلام صلح نمی کرد بلکه قیام می کرد، یک درگیری و کشمکش و اختلاف بین خود مسلمان ها ایجاد می شد و این صلح امام حسن باعث شد تا از این درگیری ها جلوگیری شود. و همچنان خب می توان آثار زیادی برای صلح امام حسن مجتبی علیه السلام برشمرد. پیامت بسیار کلانی که صلح امام حسن علیه السلام در او روز داشت، حفظ جان و شیعان امیرالمومنین علیه السلام در جامعه امروز بود، با توجه به تبلیغات گسترده‌ای که علیه شیعه و خاندان اهل بیت پیغمبر صلی الله علیه وسلم بود. امام حسن مجتبی علیه السلام تمام هم غمش به این بود که باید جان شیعه، ناموس شیعه و مال شیعه در امان باشه، و بنابراین بزرگترین پیامش من میتونم اینو بگم که حفظ شیعه، حفظ اهداف شیعه، حفظ اندیشه و آرمان شیعه همی بودن. ما اگر مثلا معاهدات صلح را فهرستوار خدمت شما عرض کنیم، 7 تا مثلا معاهده را ما میتونیم نام ببریم که میتونه در امان بودن جان و مال و ناموس مسلمین او زمان بود، و توزیع بیت المال بین مسلمین، توزیع عادلانه بیت المال بین مسلمین بود، و بعد از او انتخاب نکردن جانشین بود، و دوباره برگشتاندن خلافت به خود امام حسن مجتبی علیه السلام بود که به هیچ کدام اینا عمل نشد، و نکشاندن خلافت اسلامی به سمت حکومت های مثلا پادشاهی او زمان، که اینا کلا خلافت اسلامی را جهت دادن به یک سمت دیگه که ادامه داشت تا سالهای تقریبا 750 سال بعد. خب از وقتی کتاب تاریخ را مطالعه بکنیم میبینیم که امام حسن مجتبی مطلقا با معاویه بیعت نکرد، بلکه یک شرایطی را در برگه نوشت و از معاویه خواست این شرایط را قبول بکنه، و اگر این شرایط را معاویه قبول کرد، امام حسن مجتبی هم صلح میکرد. و از جمله او شرایط ای بود که یکی از اون شرایطی که امام حسن با معاویه کرده بود ای بود که معاویه باید بر روش قرآن و بر سنت اسلام بالای مردم حکومت بکنه، و دیگر این که بعد از معاویه حق انتخاب جانشین برای خودش نداره، و بعد از معاویه باید امام حسن مجتبی به عنوان خلیفه بر مسلمین حکومت بکنه. و شرایط دیگری هم بود، از جمله حدود 5 میلیون درهمی که در بیت المال کوفه موجود بود، شرط کرده بود که این بیت المال باید زیر نظر امام حسن مجتبی مصرف بشه. خب و همچنان لعن حضرت علی علیه السلام و سب حضرت علی که از طرف معاویه ایجاد شده بود، خب اینا رو شرط کرده بود که برکنار بکنه. اما متاسفانه معاویه در اول حکومت خود این شرایط را قبول کرد، یعنی در اول زمانی که با امام حسن مجتبی بیعت کرد این برگه را امضا کرد و این شرایط را پذیرفت،
و فرمود که من به این شرایط عمل میکنم. اما وقتی که یک چند مدت را حکومت کرد، خب همه این شرایط را زیر پا گذاشت، سب علی را من نکرد و همچنان بیت المالی که در 5 میلیون درهمی که در بیت المال کوفه موجود بود او را در بین خویشاوندان و دوستان خود تقسیم کرد و همچنین خب خیلی جنایت های دیگری را هم انجام داد که متاسفانه به این شرایط عمل نکرد. نازیه تعهد که قطعا خب صلح یکی از پیامدش همین تعهداته که صلح بر مبنای یک تعهدات باید امضا شوه. صلح بر مبنای یک تعهدات باید امضا شوه، یعنی دو طرف با این خود یک معاهدهای باید امضا بکنه که قطعا معاهداتی بوده که متاسفانه بعد از این که این معاهده صلح امضا شد و اونطوری که باید عمل میکرد معاویه به معاهداتش عمل نکرد، که متاسفانه ما شاهد بعض جنگ ها و اختشاش در زمان حکومت امام حسن عسکری، امام حسن مشتبه علیه السلام، از طرف جناح مخالف ایشان بودیم که خودش بیانگری است که مو معاهداتی که بوده در صلح بین طرفین و معاهده خوب عمل نشده که تصفان و شاید بعض درگیری ها و منازعات هستند در تاریخ ما. ببینید اسم روح اسلام صلح است، یعنی اسلام ما میتونیم بگیم که اسلام خودش از صلح گرفته شده است و هیچ دینی به اندازه اسلام در مورد صلح نگفته و عمل نکرده و توضیح نداده. مثلا و همیشه ما اگر مثلا از خود پیامبر اکرم صلوات الله علیه و تا به امروز میبینیم که همیشه شروع کننده جنگ ائمه معصومین علیه السلام نبوده، چه پیامبر اکرم صلوات الله علیه، چه حضرت علی علیه السلام و بعدا امام حسن و امام حسین علیه السلام، و همیشه اینا مثلا مجبور شدن که مثلا جنگ وقتی آمدن مثلا رویشان سرشان حمله شد و بعدا اینا مجبور به جنگ شدن، مجبور به این شدن که مثلا با اونا بجنگن و یا گاهن مثلا مجبور به این شدن که صلح بکنن. صلح در دین مبین اسلام از جایگاه والای برخوردارن. اصلا خود اسلام مترادف کلمه صلح، اسلام از ماده سلامه به معنی سلامتی و امنیت گرفته شده و صلح هم که دقیقا به معنی سلامت و امنیت می باشه. لذا در دین مبین اسلام صلح از جایگاه والای برخورداره و همیشه به صلح تأکید شده. خب صلح و جنگ دقیقا دو پدیده ضد همدیگر هست، یعنی در جامعه که صلح باشه در او جامعه جنگ نیست، اختلاف نیست، درگیری نیست، قتل و کشتار نیست، اما برعکس در جامعه که صلح نباشه در او جامعه میتونه هزار رقم جرم و جنایت باشه، کشتار باشه، قتل باشه. پس بنابر این صلح در دین مبین اسلام خیلی ارزش داره و از اهمیتی والایی برخوردار است. یکی از مباحث مهم و اساسی تاریخ قرن اول اسلام مسئله صلح امام حسن مجتبی علیه السلام با معاویه است. این مسئله صلح هم از لحاظ موافقین یک مسئله بسیار مهم و اساسی تلقی می شود و هم از منظر مخالفین و منتقدین. در رابطه با حادثه صلح یا مسئله صلح امام حسن انتقادهای مطرح شده است، حتی در همو زمان از اصحاب امام حسن علیه السلام افراد مانند سلیمان سرعت خزاعی انتقاد کردند و از امام به امام گفتند که چرا صلح کردین، این صلح شما مایه ذلت مؤمنین شده است. لذا خوب است که به علل و عواملی که امام تن به صلح داد بپردازیم. مسئله صلح بر امام تحمیل شد، امام حسن نمیخواست صلح کند ولی چون چاره جز صلح نداشت، راه جز صلح نداشت، چنان دور بر امام خالی شده بود و چنان یارانش بیوفایی کردند و چنان مردم کوفه خیانت کردند به امام که امام چاره جز صلح نداشت. خود امام هم فرمود به خدا قسم اگر یارانی می داشتم که در کنارم می ایستادن با معاویه می جنگیدم، ولی چون کسی باقی نمانده بود و همه به نحو خیانت کرده بودند، به همون تعبیر مشهور در زبان می گفتند که ما با شماییم و یار شماییم و شیعه شماییم، ولی شمشیرهای آنها بر علیه امام بود،
و از طرف دیگر جاسوسان حکومت شام هم امنیت امام را شدیداً تهدید می‌کرد و امام از لحاظ امنیتی چنان در مضیقه بود که نقل کرده‌اند در حال نماز امام زره می‌پوشیده، در زیر عبا زره می‌پوشیده مبادا بر ایشان حمله شوند، و یکی دوبار هم حمله شده است. یک باری فردی از خوارج یا از همون مردمی کوفه به قصد ترور امام تیراندازی کرده است که تیر به زره خورده و به امام آسیبی نرسیده. وقت امام در صابات مدائن آمد که از لشکر را ببیند، بررسی کند اوضاع لشکر را، در اینجا بر امام شبانه حمله شد، خنجری به پای امام زدند که مدت امام مجروح بود و بیمار بود و در کاخ مدائن تداوی می شد. لذا وقت امنیت امام در تهدید بود و امام امنیت جانی نداشت و از طرف دیگر سرداران امام هم یکی پس از دیگری تسلیم معاویه می شدند، پول می گرفتن و می رفتند به طرف مقابل، که حتی نقل کردند دو سوم سپاه امام رفته بود، یک سوم سپاه مانده بود، آن هم در بینشان جاسوسان، در بینشان افراد دودیل، در بینشان افرادی که قصد خیانت داشتند و حتی تصمیم داشتند که امام را دست بسته تسلیم طرف مقابل کنند تا او را یا بکشد یا اینی که با یک وضعیت فجیع و ذلتباری او را آزاد کنند. لذا امام هم فرمود صلح عزتمندانه برای من خیلی بهتر از این است که مرا دست بسته تسلیم کنند که یا کشته شوم یا بر من منت بگذارند. لذا امام چاره جز صلح نداشت، راه جز صلح نداشت. یکی از عوامل صلح و یکی از علتهای صلح که به نظر من علت مهم و اساسی صلح بود همین بود. البته امام به جوانب دیگر صلح هم نظری داشت، از آن جمله به اینی که خونریزی نشود، به اینی که خون مسلمانان هدر نرود، بیهوده نریزد، جنگی بی حاصل نشود. امام میدانست که اگر جنگ شود کوفیان شکست میخورند، چون جبهه کاملا نامنسجم، لذا خون اینها هدر میروند، جنگ بی حاصل میشود، چه جنگ شود چه نشود برد با طرف مقابل است. لذا امام نخواست خونها هدر برود و خونها بیهوده ریخته شود. نکته دیگه هم که امام توجه داشت به آن که در بیاناتش هم اشاره فرموده اند این بود که در اصل کل اسلام در او زمان تهدید می شده. گفتند که در سال 41 هجری که همون سال صلح امام حسن با معاویه هست، در همون سال لشکر رومیان که چند بار با اسلام جنگیده بوده و شکست خورده بودند در شام آنجاها، لشکر روم تجدید قوا کرده و آماده بودند که بتازند بر اسلام. اگر مسلمین در بینشان هم درگیر جنگ داخلی می شدند، تضعیف می شدند و بیشتر زمینه سقوط همه مسلمان ها آماده می شد. لذا امام برای اینه که اسلام به طور کلی حفظ شود تن به صلح داد، و صلح هم که با شرط و شروط و ماده های مهمی که عملی نشد. از جمله ماده های مهم و اساسی صلح امام حسن، نخستین مادهش این است که امام صلح می کند با معاویه به شرط اینه که معاویه باید بر اساس کتاب خدا و سنت رسول خدا عمل کند. امام که نمیخواست حکومت کند، حکومت خواسته آنها نبود، خواسته آنها این بود که بر اساس کتاب خدا و سنت رسول خدا عمل شود، که این را در معاهدهش و صلحنامه شرط کرده بود. همین قسم جان امام و شیعیان حفظ شود، و واقعا برای امام حفظ جان خودش و حفظ جان خاندان علی، امام حسین علیه السلام، حضرت ابوالفضل العباس، حضرت زینب، همه اینها خیلی مهم بود و خیلی ثمرات داشت. این حفظ جان نخبگان و ذخیره های اسلامی که واقعا ذخیره بودند و در آینده برای جامعه اسلامی میتوانست یک الهام بخش باشد، همون طور که امام حسین حضرت ابوالفضل العباس به موقعش جهان اسلام را بیدار کرد و ملت مرده را زنده کرد. لذا حفظ جان اینها برای امام خیلی مهم بود، حتی برای امام حسین هم مهم بود. امام حسین هم در عاشورا خیلی تلاش کرد که جان اینها حفظ شود، که صلح را نپذیرفتن طرف مقابل. لذا امام حفظ جان اینها را میخواست، و یکی از ماده های مهم صلحنامه هم این بود که جان امام و یاران امام و شیعیان امام
باید در امان باشد، عرض و آبرو و مال و جانشان، که متاسفانه به آن هم عمل آنچنانی نشد، حالا یک مقداری بهتر شد. و این موارد ماده های مهم صلح‌نامه امام حسن بود. اما متاسفانه بعد از آنی که این صلح‌نامه اتفاق افتاد و انجام شد، به همه آن آثاری که امام میخواست نرسید، ولی بخش از آثار و برخی از آثار خوبی برای جامعه اسلامی داشت. از آن جمله اینه که جنگ و خونریزی و خونریزی بی حاصل برداشته شد و مسلمان ها توانستند چند سالی را راحت زندگی کنند، راحت نفس بکشند و خونریزی نباشند، حداقل میزان خونریزی کمتر باشند. و دیگر اینه که امام توانست که جان خودش، جان امام حسین و اهل بیت پیامبر را حفظ کند، که این هم آثار اثری بسیار مهمی است که بر صلح مترتب شد. اگر جنگ می شد، احتمال این بود که همه خاندان علی را سر بزنند. و این آثار مهم برای مسلمان ها و برای جامعه اسلامی یک برکت بود که به برکت صلح امام حسن برای جامعه اسلامی اهدا شد. و همینطور کیان اسلام و اصل اسلام و جامعه اسلامی از شر دشمنان اسلام که رومیان بودند در اون زمان حفظ شد. و رومی ها نتوانستن وقت شنیدن و دیدن که مسلمان ها منسجم شدن، صلح کردن، جنگ های داخلی از بین رفته، دیگه جرأت نتوانست بیاید و اسلام را و دامن اسلام را کاملا برچیند، که این هم از آثار مهم صلح امام حسن بود. امیدوارم که روح آن امام همام، سبط اکبر پیامبر، از ما خوشنود باشد و ما مورد الطاف خاصه الهی قرار بگیریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.